سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه پاکستان در تلاش دورنگه داشتن حراس افغانان از تیرس حملات امریکایان. اسلام آباد هشدار می دهد که هر اقدام شتاب زده در برابر حراس افغانان خطرناک است. ملاله به جمع میلیونرهای جهان پیوست. با گسترش حملات هوایی ایالات متحده آمریکا در برابر حراس افغانان طالب در افغانستان، پاکستان اسلام آباد از پیامدهای خطرناک این روی کرد هشدار می‌دهد. مشاور نخست وزیر پاکستان می‌گوید که چنین اقدامات حمله‌های انتقام جویانه گروه‌های حراس افغان را به همراه خواهد داشت، در حالی که پاکستان افزارها و منابع مالی طالبان را در برابر نیروهای دولتی در جنگ افغانستان مساعد می‌سازد. اما برخی سناتوران آمریکایی عامل اصلی جنگ و ظهور مجدد حراس افغانان در افغانستان را به سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان را میدهند. اما چرا پاکستان از افزایش حملات ضد حراس افغانان پنتاگون نگرانی دارد و در فرجام اقدامات بیدرنگ در جهت نابودسازی طالبان چه پیامدهایی را خلق خواهد کرد؟ برای بحث بیشتر در این باره صادقی نیلیزاده از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان و مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل امنیتی را اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای نیلیزاده، پاکستان ایالات متحده آمریکا را هشدار میدهد که هر اقدام شتاب زده در برابر گروه های حراس افغان پیامدهای خیلی خطرناکی را به دنبال خواهد داشت. این حرفهای مقام های پاکستانی را چگونه تحلیل میکنین؟ در واقع نگرانی پاکستان از بحر آماج قرار گرفتن حراس افغانان در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمان محترم شما و بینندگان محترم برنامه شما. من فکر میکنم که در واقع دستاوردهای چند ساله پاکستان با حملاتی که امریکایی ها یک بار دیگر از سر گرفته دار از دست میره. پاکستانی ها طالبان را با تمام توان و امکانات ایجاد کرده و در واقع میتواند جنگ بوده باشه با خود پاکستانی ها، به خاطر از اینکه طالبان خودش مستقل به خود متکی نیست، بلکه کسانی است که توسط آمریکا، توسط پاکستانیا حمایه شده، یک مال میشه، تجهیز میشه، به خاطر اهداف خاص و ویژه خود مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیره. اگر اینا مورد هدف قرار میگیره نابود میشه، در واقع دار دست پاکستانیا خالی میشه و او هم مصارف سنگین من گفتی را که اینا سر طالبان انجام میده او به نتیجه میمانه. لذا ما فکر میکنم مستقیما خود پاکستان خود باخته احساس میکنه، به می خاطر با وضعیت فعلی که با وجود آمده، حرکت های سیاسی که در این اخیرا توسط کشور هندوستان و حرکتی که توسط آمریکا بخش نظامیش انجام شده و دو تا کنفرانس مهمی که در پیش روی افغانستان هست، این باعث از این شده که پاکستانی ها را وقت من بسازه و لذا پاکستانی ها از این موضع یک بار دیگر با این زبان غیر دیپلماتیک صحبت کنه و زمان تهدیدآمیز صحبت کنه. اما مقام های پاکستان هشدار دادن تحرکات ضد حراس افغانان در برابر طالبان در پاکستان در واقع پیامدهای خطرناکی را به دنبال داره. اقدامات تلافی جویانه را از جانب طالبان در برابر نیروهای دولتی و نیروهای آمریکایی در افغانستان به همراه خواهد داشت. شما ببینید، چیزی را که پاکستانیا گفته چیز جدیدی نیست. پاکستانیا همیشه در سر از این موضوع بوده. بسیار بهتر است که پاکستانیا چی رای را برای بیرون رفت از این مشکل پیشنهاد میکنه. فرض بکنه حملات بر علیه تروریست‌ها بد هست، اینا انتقام جویی را با وجود میاره، اینا خشونت را با وجود میاره. حالی مگر امی وضعیت نیست، مگر چقدر مردم در داخل پاکستان و چقدر مردم در داخل افغانستان توسط تروریست‌ها از بین رفته و چی انتحارا و انفجارهای گسترده و متاسفانه بسیار کلانی در افغانستان با وجود آمده، تعداد زیادی از مردم یک دفعه تلف شده. پاکستانی ها بفرماید راهکار جدید خود چی راهکار پیش میکنه؟ وقتی که زدن توریست ها باشه راهکار نبوده باشه، از بین بردن رهبران نزنا بوده باشه راهکار نبوده باشه، از بین بردن پناهگاه های توریست ها راهکار نبوده باشه، مرکز تجمع از نار راهکار نبوده باشه، راهکار را که پاکستان پیشنهاد میکنه که منطقه را افغانستان را از این وضعیت نجات بده، لسان بفرمایید راهکار چی راهکار وجود داره؟ تا اقدامات در برابر حراس افغانان با احتیاط و خیلی دقیق صورت بگیرن، نه شتاب زده و بیدرنگ. شما ببینید، من امروز یک مقاله را در سایت بی بی سی خواندم که در مجموع عملاتی که انجام شده توسط تیارهای بدون سرنشین یا بدون پیلوت در حدود 116 نفر غیر ملکی تلفات شده در مجموع ازی، اما یک انفجار در داخل افغانستان 100 نفر تلف میکنه.
پاکستانی چرا در مقابل از احساس مسئولیت نمیکنه؟ چرا در مقابل از اونا احساس تکلیف نمیکنه؟ در مردم افغانستان که در پکتیا و ننگهار و خوست و لوگر و کابل و در نقطه نقطه از کشور ده ها نفر صد ها نفر در یک روز با خاک خون میفته پاکستانی، مگر اونا انسان نیستن؟ اونا مگر خون نداره؟ مگر اونا انسان های بیگناهی نیست که با خاک خون میفته پاکستانی؟ در مقابل از اونا چی جواب داره؟ لطفا جواب خود در مقابل از اونا واضح روشن بگه که تروریست ها میتونه عملاتش به احتیاطی منجر به تلفات شود، اما این عملاتی که انجام میشه و اینقدر تلفات سنگین به وجود میاد، پاکستان در مقابل اینا چی جواب داره؟ پاکستان دارد در بازی جنگ افغانستان در میبازد و هراس دارد از بیرون شدن طالبان از کنترلش. ببینین، پاکستان در پای منافع خود است، هیچ گونه تشویشی در رابطه بین نداره که ما چی فکر میکنیم، ما چی میگیم، یعنی افغانستان یا ایالات متحده آمریکا یا جهان. با میلان که آقای سرتاج عزیز کرده که او سرکوب یک دمی تمام تروریست ها را نمیتونم به خود بگیرم یا نمیتونم انجام بدم که عوامل وخی میدار، یکی سرپیچی یا تخطی از بو موافقت نامه چهار جانبه است که بین افغانستان و پاکستان و آمریکا و چین صورت گرفته در رابطه با اینکه افراد مسلح که علیه منافع اولیای افغانستان فعالیت میکنن و مراکزشان در پاکستان است و خود پاکستان هم اقرار کرده که مریضشان را تداوی میکنم، فامیلاش پیش ما است، به خاطر از او یک تخطی است. مسئله دوم، ببینین، پاکستان خود به خود روشن است که میخواد وقت کمایی کنه، وقت به این مفهوم که تای بعد سال 2001 تا حال پاکستان تنها 33 میلیارد دلار از قضیه افغانستان به دست آورده. اونا میخواین آهسته آهسته سرکت کنن که همین پیسای بادآوردی ایالات متحده آمریکا را تحت نام قضایای افغانستان از دست نتن. ما نه تنها 33 میلیارد دلار را میگیم، بلکه صدها میلیارد دلار بعد تا 40 سالی که جنگای داخلی افغانستان شروع شد، مثلا شوروی ها تجاوز کردن اومدن، پاکستان صاحب شد دیگه. پاکستان به آسانی این پولا رو نمیخواد از نسبت به نان به وسایل متوسط میشه، مسائل رو پیش میندازه که او میخواد این موضوع جنگ افغانستان یا مسائل خرابی منطقه رو به درازا بکشونه. ببینین، اگر پاکستان بخواه مثلا در افغانستان مسائل صلح و گپ رو بیاره، اونو توانایی از زیر ندارن که اول وطن خود می صلح رو بیاره، یا نمیتونه مهار کنه عذاب سیاسی گویا افراطی پاکستانه. شما به خاطر دارین زمانی که پاکستان در قانون خود موضوع اعدام دوباره آورد، در قوانین خود و یک تعداد مخالفین دولت خود که انتحار انفجار کرده بودن اونها را اعدام کرد، عملا با عکس العمل مواجه شد از داخل. ما هیچگاه نباید امید خود به پاکستان ببندیم که پاکستان برای ما صلح رو بیاره، که پاکستان تعهداتی داره. میال شما ببینید، تا قبل از چند سال پیش در کتابایی که پاکستانی ها برای اولادای خود تدریس میکردن یا میگفتن او را هند دشمن افغانستان میدانستن، حالا تمام کتابا رو ببینید نشسته است افغانستان دشمن افغانستان. آقای خیراتی، اگر در واقع هراس افغانان امنیت پاکستان در معرض تهدید قرار دادن، چرا پاکستان از بهر آماج قرار گرفتن این هراس افغانان از ایالات متحده آمریکا انتقاد دارد؟ ببینین، پاکستان هیچگاه در نه در عمل خود و نه در سخن خود و نه در اجرات خود صادق بوده. پاکستان من مثل که در شروع گفتم متوجه منافع اولیای مردم خود و متوجه منافع پاکستان است. خب در موجودیت هراس افغانان چه منفعت پاکستان در واقع وجود دارد؟ ببینین، میلیاردها دلار به دست میاره پاکستان در موجودیت هراس افغانان. در کنار از یقینا امنیتش با تهدید روبرو شده و گفته شما بالکل نمیتونه مهار بسازه، حتی توریستایی که در مبین پارچنار سوره مهار همین تلفاتی که پاکستان عملا میته. اما پاکستان هیچ گونه از ته دل نمیخواد که تروریست هایی که در خاکش وجود داره او را از بین ببره. پاکستان هیچ گونه پلان، یک پلان منظم، یک استراتژی به خاطر از بین بردن مخالفین دولت اسلامی افغانستان یا مخالفینی که از دیگر کشور آمده، مثلا نمیان از چین افراد بسیار مسلح از ازبکستان، تمام افراد اشخاص اونجا از هم گروه داعش پاکستان تحویل میکنه، اونجا هم گویا القاعده را عملا ما شما احساس میکنیم، میبینیم، اسناد مدرسه داریم. اما پاکستانی به خاطر مثل که از یک معدن ما استفاده میکنیم، مثل که از فابریکه تولیدی استفاده میکنیم، پاکستان از این افراد به خاطر منافع خود استفاده میکنه. آره، هم میتونه چون یک استفاده ای را از هراس افغانان ببره، چون گفتم میشه که روی کرده جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا حالا در برابر پاکستان تغییر کرده. یقینا ببینید، پاکستان کوشش میکنه که ایالات متحده آمریکا یا غرب جلوگیری از این چانسی کنه یا از انتخاب دیگه کنه در منطقه. روی مجبوریت هایی که ایالات متحده آمریکا داشت یا داره، انتخاب پاکستان کرد به خاطر سرکوبی تروریست ها در منطقه. اما
ان قریب شما شاید شاهد باشین یا شاید ما شما عملا ببینیم بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا موضع آمریکا تغییر میکنه در قبال پاکستان و یک کشور دیگری من حیث دوست خود انتخاب میکنه. اینمی مسائل سبب ازی شده که گویا یک دفعه آقای سرتاج عزیز یک مسئله را بگه یک رقم مسائل بشی کنه مثل به اصطلاح عادی وره سگ سوزن خور وره که هر طرف دان مندازه هر طرف هر مسئله را مطرح میکنه. و جالب ترین گپش تا 24 ساعت گذشته بود که من نمیتونم یک دمی تمام مخالفین سرکوب بسازم که برای من مشکل ساز میشه، اما این احساس نکرده که برای افغانستان برام سایش که افغانستان است همسایه هم دین هم کش هم گویا هم مذهبش برای که مشکل ساز شه هیچ پرابلمی نیست. فقط تمام مسائل روی محور منافع پاکستان در منطقه میگرده که چگونه از غرب پول به دست بیاره چگونه از غرب به حساب منافع به دست بیاره. آقای نیلی میتونه پاکستان از گروه های هراس افغان همچون منبع درآمدش همچنان کار بگیرد؟ ببینید پاکستان دو تا منفعت بسیار واضح و روشن از تروریست و تروریست پروری خود و از گروه های تروریستی بهره میگیره. یکی به نام مبارزه با اینا همونطوری که گفته شد در حدود 30 چند میلیارد دلار در طی از مدت از آمریکایی‌ها دریافت کرده و ادعاهای زیاد دیگه هم داره. و یک طرف دیگه از گروه های تروریستی به عنوان یک حربه و سوژه برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنه. پاکستان دنبال اهداف خاص و ویژه خود در افغانستان و هندوستان و کشورهای منطقه است و به این خاطر این تروریست ها وسیله و حربه در دست پاکستانی است که از این طریق هم برای فشار آوردن به کشورها استفاده میکنه. در واقع امروز جنگ واقعی افغانستان جنگ با پاکستان هست. ما جنگ با نام طالب اگر هست، طالب از خود کدام استقلال ندارد، کسایی هست که در اختیار پاکستانی ها هست و پاکستان به اینان سوژه و هدف خاص خود در داخل افغانستان استفاده میکنه. خیلی کشورهای دیگر پاکستانی ها از این طریق به عنوان سوژه و حربه استفاده میکنه. پس دو تا منفعت میبره، یک منفعت به عنوان سوژه این نیروهایی که در اختیارش هست استفاده میکنه و یک دیگه به همین بهانه به نام مبارزه به اینا در 15 سال 10 میلیارد دلار رو بهره گرفته. حالا طالبان افغان این درک کردن در واقع حربه و ابزار پاکستان برای گردآوری پول از جامعه جهانی هستند؟ خب ببینید شما طالبای افغانستان هم چند دسته است. یک دسته ای هست کسایی است که در اطراف برای فعلا می جنگه با نام جهاد، اونا رو تشویق میکنه و اونا رو میگه افغانستان اشغال شده است. اونا به توجه به اینی که دنبال واقعیت ها بوده باشه فقط به نام جهاد میاد، هم در انتحار دست میزنه هم در انفجار دست میزنه. اما در واقع دسته اصلی و بزرگ طالبان چنین است. چنین است، اما یک دسته ای هست که در داخل پاکستان است که اینا شب روز در اختیار پاکستان است. جایش جای آیسای است، تمام نقشه ها رو آیسای در اختیار از نام دیگر، تمام برنامه ریزی‌ها را آیسای برای زمان اونا همه کسایی است که واقعا میدانه که ما مثلا چی میکنیم و پاکستان چگونه از ما استفاده میکنه. چرا با دستور پاکستان میخواهند در برابر دولت افغانستان بجنگن و همچنان افغانستان هم با ویرانه مبدل بسازند؟ خب اینا کسایی است که توسط پاکستان اصلا ساخته شده. اینا توسط پاکستان برنامه مختلف در سالهای متمادی ساخته شده. شهروندان افغانستان هستند. شهروند افغانستان است، متاسفانه نمیتونی بگم شهروند افغانستان نیست. خیلی اوقات است که شهروند یک کشور است به وسیله دست مثلا کشورهای بیرون قرار میگیره. امروز متاسفانه همین شهروندای افغانستان با همکاری پاکستان تعداد زیادی از خارجی هم وسیله دست پاکستانی قرار گرفته و اهداف پاکستان در منطقه پیش میبره. ما فکر میکنیم اونا دانسته کار میکنه، اما تعداد زیادی از طالبایی که در داخل افغانستان برای فعلا هست اونا شاید کسایی بوده باشه که واقعا ندانه که در پشت نقشه چی دستایی هست و چگونه کارا پیش میره، اما تعداد زیادی از اونا در پاکستان هست میدونه و دانسته کار میکنه. آقای خیریتی، چرا رهبران طالبان دانسته ابزار پاکستان برای تخریب افغانستان قرار گرفتند؟ ببینین ما که به تاریخ مراجعه کنیم بریم تا 40 سال گذشته هر کسی در افغانستان یک قضیه داشت و پاکستان فرار کرد. پاکستان در مجموع از بین از اینا افراد خودش استخدام کرد، بخصوص در وقت جهاد مردم افغانستان. اونا را به این شستشوی مغزی داد که منافع اولیای پاکستان در افغانستان محترم بشمارند نسبت به تمام چیزا. متاسفانه عمو تعداد افراد اشخاص تا حالا هم هستند، اکثریتشان در رهبری بعضی تنظیم ها قرار دارند. اونا امی اشخاص جوانایی را که نو به سن بلوغ میرسند اونا اصلا آگاهی ندارند، حتی از مسائل دینی اکثرشان آگاهی ندارند. اما گفته اونا آگاهی دارند، میفهمند ابزار پاکستان هستند، باز هم میایین اینجا میجنگند در برابر دولت افغانستان. ببینین ما یک مسئله بسیار اساسی رو باید از این کار نکنیم که اکثریت کسایی که در صفوف تحریک اسلامی طالبان افغانستان فعلا جنگ میکنن اونا کسایی هستند که از مسائل بیرونی هیچ آگاهی ندارن. فقط یک نقطه رو برشون نمایش میده، بینشان کار شده گویا حکومت افغانستان اشغال شده، علی اشغالگرا باید جنگ شوه، اشغالگرا باید نابود شوه. اگر به اونا آگاهی داده شوه اونا از اصل مسائل آگاه شون فکر میکشن. یقینا نه تنها پاکستان، امو اشخاص افراد امات که جناب وکیل سه اشاره کردن که یک تعداد متاسفانه که افغانایی که فروخته شده
آماده هستند. تا 40 سال اونا موج رفتن، فرم گرفتن، این عضویت ایسای پاکستان گرفتن، تا حالا هم صدر سردسرخانشان نان ایسای پاکستان است و از پاکستان نان میخورن. اونو اشخاص افراد و اونا انگشت شمار است. حتی در دوران حکومت آقای حامد کرزی، مستقیما یاد کرد که در پارلمان، در شورای وزیران، در از استخبارات خارجی است. اونم اشخاص افراد هستند، فعلا تا حال هم قدرت پیشون است و تا حال هم رهبری میکنن جنگ افغان. شما ببینید زمانی که ملاختر منصور توسط با مرد رای بی پیلوت از بین رفت، هنوز او آدم روز دو و سهش پورا نشده بود، یعنی خونش خشک نشده بود، مردم اینجا انتحار انفجار کردن. آیا کدام عقل سلیمی را قبول میکنه که رهبر یک تنظیم پشته شده باشه، بازم انتحار انفجار اینجا صورت بگیره، 24 ساعت هم تیر نشده باشه؟ پس ما ایتا نتیجه میکنم که نه، جنگ اصلا دست کسی دیگه است. اصلا جنگ کسی دیگه رهبری میکنه و او کسایی است که مستقیما در افغانستان بودن، از افغانستان به نام جهاد، به نام هجرت رفتن. طالبان کیا هستند؟ طالبان کسایی هستند که ممنون که جناب آقای نیلی فرمودن، ما او را تایید میکنم که یک تعداد افراد اشخاص ناخودآگاه چشم پات هیچ آگاهی از هیچ مسائل ندارن. این اشخاص چی میشه نامید؟ خب اینا اشخاص افراد هستند که از سربازای به حساب ماشینی یا کسایی که مثل ربات و حرکت میکنن، در واقع مزدوران بیرون، یقینا بادارایشان تمن مزدوران هستن. اما او جوانی که اونجا کشته میشه، خونش میریزه، مادری داشته، مثلا خواهری داره، برادری داره، او را به حساب آگاهانه نی بلکه غیر آگاهانه علیه حاکمیت قرار دادن. طوری غیر آگاهانه قرار دادن که اینجا گویا بعضی صحنه ها را باشون فلم پوری میکنن، نشان میدن بعضی مسائل که گویا اشغال شده گشه، در حالی که اگر ما و شما مقایسه کنیم، اسلامی که در افغانستان عزیز است در پاکستان نیست. شما در افغانستان آدرس دارین امیال شرابخانه را، اما بیاین پاکستان شرابخانه است. آیا اعمال غیر اسلامی در این مایروزه که انجام میشه با شما تن فروشی، شما جای آدرس دارین در افغانستان، اما بیاین بین بازارهای رسمی در پاکستان داره. اما اونا یک حالتی قرار دادن امی کسایی را که جنگ میکنه علیه حاکمیت، که اونا چشم گوششون بسته است، مثل اسپوره که دو طرفش بند است، مستقیما حرکت میکنه. اگر به اونا هم دولت اسلامی افغانستان آگاهی بده، هم مثلا اونا هم با وسایل آگاهی یا مثلا وسایل اطلاع جمعی دسترسی پیدا کنند، من به اطمینان کامل میگم که دیگه جنگ نمیکنن. خیلی سپاس آقای نیلی. طالبان در پیام تازه ایدیشان گفتند با خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان، مشکلات و بحران در افغانستان پایان خواهد یافت. فکر میکنین که خارجی ها عامل اصلی جنگ در افغانستان هستند یا طالبان؟ ببینید این گپ اول طالبان است. هر ساله این گپ تکرار میکنه، گپ تکراری اونا هست. من فکر میکنیم که خب هر کس جای و نقش خود داره، ولی امروز عامل اصلی انتحار، انفجار، کشتار، ناامنی و ایرانی افغانستان با کمال افسوس باید بگم کسایی هست که به نام طالب وجود داره. طالبان باید شده تا نیروهای آمریکایی اینجا بمانند. ما شما ببینید زمانی که طالب آمریکایی در افغانستان آمد کی بود؟ وقتی بود که کاخهای نیویورک زده شده بود، القاعده پایگاهش در افغانستان بود، رهبر القاعده اینا تحویل نداد، با آمریکایی کنار نمود، زمینه حضور آمریکایی را خود طالبا فراهم کرده. اینا باید جواب بگه که چرا شما زمینه حضور اگر افغانستان اشغال شده میگید، همین زمینه حضور شما فراهم کرد. شما میتونید از راه دیپلماتیک قضیه را حل کنید که آمریکایی در افغانستان نیه و افغانستان به اصلاح شما اشغال نشه. وقتی که زمینه حضور شما فراهم کردی، پس در واقع این نشان میده که طالبا از خود چیزی نیست، هرچی هست از جای جهت داده میشه، بر اساس از اون جهت حرکت میکنه. یک روز جهت اون گونه بوده، یک روز امروز جهت این گونه هست. پس به این خاطر ما فکر میکنیم زمینه ساز جنگ ها و بهانه حضور خارجه امروز در افغانستان همین طالبا است که این انتحار را انجام میده. پاکستان با بکارگیری از طالبان در افغانستان در واقع دنبال چی هدف اصلی است؟ تنها هدف اصلی پاکستان و خواست اصلی پاکستان در برابر افغانستان چی از با ابزار قرار دادن طالبان؟ من فکر میکنم شاید برنامه‌ش گنجایش از این بحث نداشته باشم. خب اگر خیلی فشرده باشه بگم، بحث عمده ای که در بین افغانستان و پاکستان وجود داره دو سه تا موضوع عمده و اساسی است. یکی بحث خط دیورن است که پاکستانیا با مطرح کردن از این موضوع نمیخواد یک افغانستان قوی و قدرتمند در همسایگیش وجود داشته باشد که فردا ادعاهای جغرافیایی سر پاکستان بکنه. در برابر این خواست پاکستان، حکومت افغانستان چی باید بکنه؟ اما خواست اصلی به گفته شما معزله دیورن خدیجه، من امروز در پارلمان هم گفتم والا مرزندم، حکومت افغانستان دلایلی که امروز داره، بهترین موقف برای حکومت افغانستان یک بار دیگه فراهم شده. جامعه جهانی با افغانستان هست، افکار عمومی با افغانستان هست، مرکز تروریسم
تروریسم پاکستان است. بیای از راههای اصولی و از راههای بین المللیش خواسته خود را مطرح کنه و او دایه‌ای که وجود داره با منطق اصول مطرح کنه تا این موضوع به یک نقطه پایان برسد. گفته میشه بسیاری از کشورهای جهان این خط به رسمیت شناختند، در واقع مرز میان افغانستان و پاکستان میپندارند. خب اگر ما از دو حالت بیرون نیست، یا ما دلایل داریم به ادعای خود یا دلایل نداریم. اگر دلایل داریم لطفاً دلایل خود را رو کنیم، بریم در جامعه جهانی بنشینیم با پاکستان چنه بزنیم موضوع را. خیلی کشورایی بوده که اختلافات مرزی داشتن حل کرده، ما هم بنشینیم. دلایل افغانستان چقدر میتونه معجب باشه و سبب پیروزی افغانستان در این رقابت خواهد شد؟ خب اون چیزی است که کسایی که این ادعا را بسیار مطرح میکنه پررنگ، باید از اونها پرسید که چه دلایلی وجود داره. این وظیفه حکومت است که دلایل مطرح کنه تا اینکه بتونیم بر اساس از این دلایل ما با او خواسته خود که گویا قسمت خاک از افغانستان در اختیار پاکستانی است، او را مثلا به دست بیاریم. یا نشوه که دایی از مادر ما دلسوزتر بوده باشیم، اون مردم آرامش زندگی کنه، هیچ دایی نداشته باشه، هر روز ما دایی کنی خط دیارن مال ماست. حالا ارزش از این داره مردم افغانستان هر روز به خاطر این دایی قربانی بتن، در جنگ و آتش نفاق و خشونت بسوزند؟ اگر چنانچه استقلال افغانستان باشه، خاک افغانستان باشه، ما برای خاک خود میلیون ها شهید دادیم. این وظیفه ملی ماست که باید از این دفاع کنیم. اگر این گناه نبوده باشد، دایه در دلیل منطق نبوده باشد، ما فکر میکنیم که یک باز میتونه یک مشکل برای افغانستان باشه، نباید این وضعیت ادامه پیدا کنه. آقای خروتی، طالبان به تازگی در پیام ایدیشان گفتن بجز در حالت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیگر تحت هیچ شرایط دست از جنگ بر نمیدارند. حالا خط نشان و پالیسی طالبان روشن شده، جنگ میخواهند نه سال. حکومت افغانستان چی باید بکنه در برابر طالبان؟ یعنی در کل در برابر طالبان چی باید شود؟ ببینین، این گپ نو نیست. همونطور که بیشتر جناب وکیل صاحب گفتن، همیشه اونا هم این مسئله را عنوان کردن که موجودیت قوای خارجی در افغانستان سبب ازی شده که ما جنگ میکنیم و این نشان میده در واقع اینها اصلا جنگ میخوان نه سال. یقینا ببینین، ما باز تکرار میکنم، تحریک اسلامی طالبان افغانستان جنگ میکنن در برابر یک گروه آشناپذیر جنگ میکنن جنگ میکنن جنگ میکنن. خود ما نگاه کنیم، باید ببینید ما باید ما جنگ آمادگی داشته باشیم. اونا صلح نمیکنن و هیچ دلایل بدون به دلیل لیکن غیر از دلیل خروج از ساکر آمریکایی از افغانستان. شما قبول کنین اگر از ساکر آمریکایی هم براین، اونا شاید دلایل گیری پیشکش کنن. بنا بر آقای نیلی، تا زمان رسیدن به اهدافش پاکستان از طالبان همچنان کار خواهد گرفت. یکی از اهداف پاکستان به رسمیت شناختن خط دیورن از جانب حکومت افغانستان است. تا جایی که من میفهم، صلاحیت به رسمیت شناختن خط دیورن را نه حکومت افغانستان داره نه حکومت پاکستان. خط دیورن روی قراردادهای قومی که در منطقه صورت میگیره یا به رسمیت شناخته میشه یا نمیشه. خب دایه حکومت افغانستان چقدر منطقی است؟ ببینید، دایه ملت افغانستان است، حکومت به جایش مانند. خب ملت افغانستان چقدر دایه جزء ملت است؟ من بر شما یک مثال میتونم از استقامت ولایت پکتیا، از کنج ولایت پکتیا تا پاره چنار، همونطور باز دور میخوریم میایم تا قسمت خوگیانی و هم قسمت توره بوره. ما 17300 فامیل خروتی دارم اونجا که از این 17300 نصفش اون طرف دیوران است، نصف شده داره. ما را کی جدا کرده میتونه؟ حکومت افغانستان نه خیر، پاکستان نه خیر. حاضر هستن در جمع افغانستان ملحق شوند؟ روی قراردادهای قومی ما میتونیم مشکل دیوران حل کنیم. مشکل در هر طرف مرزهای افغانستان دیدم اش، حتی در شمال شمال شرق. نه، مشکل خط دیوران مشکل نیست که پاکستان بخواد یا اوره چی کنه. بعد از اینکه خط دیوران ما به رسمیت شناختیم یا خط دیوال بلند کرد، مشکل افغانستان حل میشه. ما دیگه مشکلات داریم. حکومت پاکستان با افغانستان خط دیوران اگر ماهانه کرده با آنها قبول کنینش، من مشکل عمده ای که ما فعلا پاکستان امرای ما داره یا پاکستان تشویش هست داره، روابط ما با هندستان است. اگر در افغانستان جنگ ختم شود، شما قبول کنین پاکستان توانایی ازیره نداره که جنگ کشمیر پیش ببره. امیال جنگ کشمیر، جنگ سوریه را اکثر جنگ ها افغان ها پیش میبرند. ایران ماجرت استعمال میکنه در سوریه، پاکستان ماجر استعمال میکنه در ببخشین کشمیر. مشکل کش که مشکل دیورت باشه. سپاسگزارم. نقطه آخری که موضوع تاریخی است، مشکل پاکستان مشکل ای است که در اینجا باید حالت اجازه آتش جنگ امت شولاور باشه، مردم افغانستان در این جنگ بسوزن. نه تنها جمله بگوین چی باید شود در برابر پاکستان؟ فقط در برابر پاکستان از پالیسی رقابتی که در افغانستان وجود داره، رقابت ها فیما بین چین هند است، چین پاکستان به نفع خود استعمال میکنه. ما باید پیدا کنیم، ناگزیر هستیم، شرایط زرمو همین فشار آورده. از رقابت ها باید ما استفاده مثبت کنیم، روابط خود با هند طوری تنظیم کنیم که پاکستان توانایی زیر نداشته باشه که ما مقابله. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. هم در اخیر خبر کوتاه، ما
ملاله یوسفزئی دانش آموز پاکستانی و فعال در زمینه حق آموزش که از حمله شبه نظامیان طالبان جان سالم به در برد، کمتر از 4 سال پس از حادثه به جمع میلیونرهای جهان پیوست. عامل این ثروت هم فروش کتاب خاطراتش و سخنرانی هایش در محافل جهانی است. ملاله یوسفزئی کم سن و سالترین برنده جایزه صلح نوبل است. شهرت او با نجاتش از حمله ترور شبه نظامیان طالب آغاز شد. طالبان پاکستانی در سال 2012 تلاش کردند او را بکشند، اما زنده ماندنش باعث شد تا دفاعش را از حق تحصیل دانش آموزان دختر ادامه دهد. ملاله برای درمان به بریتانیا منتقل شد، جایی که اکنون محل زندگی اوست. محافل جهانی به طور مرتب او را برای سخنرانی فرا می خوانند. او برای هر سخنرانی 152,000 دلار دریافت می کند. سخنگوی انتشارات نلسن بوب ریسرچ می گوید که کتاب من ملاله هستم که در سال 2013 منتشر شد، بیش از 287,000 نسخه در بریتانیا فروخت که بهای آن به 3 میلیون دلار رسید. بیش از 1,700,000 نسخه هم در سطح جهان فروخته شد. ملاله همچنین صندوق برای حمایت از برنامه های آموزش دختران در کشورهای توسعه یافته تأسیس کرد. خانواده اش هم شرکت برای حمایت از حقوق خصوصی اش تأسیس کرد که ارزش آن 187 میلیون پوند برآورد می شود.